他们这基本的中国是不是马虎的به صورت معمول می رفتیم به خانه هامون یه حدی با هم بودیم شبهای دیگه جناب آقای کرباسی پیشنهاد خیلی خوب کرد اونم از اون نیروی گرم شما و توان شما گفتن که خوبه بریم ستاد به ستاد یه سری بزنیم لذا مسیر به جایی که به سمت خونه هامون رو بالا بریم آمدیم به سمت این پیشنهاد خوبیست تا آمدیم اونجا باز دوباره به شما ملحق شدیم حرارت شما انرژی شما نشاط شما شادانه دوستان ما واقعا تا شبی که آمدیم صدا و سیما حقیقتش مشغول بودن و کار میکردن یه سنگین ترین کاران این روزا داشت چه دوستانی که همانند آقای الویری همانند آقای کوچانی همانند آقای کرواسی اینجا بودن و جمع دیگر چه عزیزانی که بودند و مثل آقای نجفی و سایرین و آقای منتجم رفتن آمدیم خونه سویه آقای الویری چون یه خونه نزدیک به صدا و سیماست هم دیشب هم امشب نمازمونم اونجا خوندیم خواستی یا تو سختی را نیفتیم که دیدی دیرم رسیم منظورم اینه که نیروی شما توان شما انرژی شما موجب شد که دوستان عزیزمون بایی که گرفتار بودن کار داشتن تا اینجا با شما آمدن منم که دید از اونجا پیاده شدم در خدمتون بودم این هر کار ندارم منظورم اینه الان یه نیمه شب مزاحم مردمم نباشیم من صمیمانه از حرارت شما تشکر میکنم شما نمیدونید من چقدر از این نیروی شما خوشحال میشم وقتی نشاط شادی اراده در مردم ببینن اونایی که میخوان خودکامگی کنن اونایی که میخوان خودسری کنن اونایی که میخوان به رأی اهمیت ندن اونایی که میخوان به او آرمانهای بنیانگذار نظام توجه نکنن وقتی شادابی و نشاط ببینن جا میخورن عقب میشن ما یک عمر در این راه بودیم اون وقتی که 3 سال شما بودیم تو مبارزه افتادیم 15 سال قبل از انقلاب 30 سالم که هست بعد از انقلاب بنابراین میدونیم که نشاط شما چه اثری داره لذا به عنوان یه آدمی که کوچک و ناچیز اما تجربه زیاد دارم بهتون میگم تا روزی که یه اندیشه رو دارید یه فکری دارید نشاط و شادابیتون رو نگه دارید نشاط آقای کرباسی که الان روزی جور کار میکنه با اون همه تلخی ها که دیده نشاط آقای الویریه نشاط آقای کوچانیه نشاط آقای نجفیه نشاط آقای زاکریه نشاط آقای نوروزاده که با همه سختی ها تحمل میکنن آقای نوروزاده 5 دور تو مجلس بوده 20 سال ردش کردن اما آمده با اراده کار میکنه تنها میخوام بگم نشاط انسان رو نگه میداره تردید شک دودلی انسان رو بیچاره میکنه اینا همه بچه های زندان هم. دوران سختی دیدن فشارهای زمان شاه دیدن شکنجه دیدن اما با شادابی ایستادن لذا من زمینی که تشکر از تو میکنم الان خود من صبح زود باید بریم تا آخر شب تبریز باشم وعده داریم برنامه داریم شده صبح زود اول ساعته حالا تا موقعی که خونه بریم چقدر بشه چقدر اصلا برسیم خواب بریم نریم من میخوام بگم آقایان آمدن به خاطر شادابی و نشاط و شور شما که بود به من گفت اصلا خود امتحان پیاده شو که دیم من پیاده شدم هر چیزی را گفتن سوار شد نشدم حالا انشاءالله میرید آرام ساکت استراحت اورا پخش کردن
تبلیغ کردن، این دو سه روز حسابی مصمم کار کنید و هر چی میتونید رو مردم کار کنید که مردم با یک نشاطی روز جمعه بیان پای صندوق و رأی بدن. اگر مردم خوب بیان پای صندوق هیچ نگرانی نداشته باشید، اون چه مسلم اصلاحات میبره. اگر مردم حالا چی؟ رأی زیادتر بشه، رأیش که اون روز بیاد. اگه مردم خوب پای صندوق بیان، مطمئن باشید آقای احمد نژاد رأی نمیده. اگر حسن تقیم کنار بره، یا احمقه یا خائنه، اینم ببینید. چهار سال پیش همین کار کردن، همین بلا آوردن. این هیچ معنا نداره، یا نادانه یا مریضه. باید بمونن و کارشونم انجام بدن تا ببینیم کی بیشتر رنگ میاره. او با اراده مردم. اما آخرین حرف جای سوال نیست. اگر خواستی سوال کنم بگید. آخرین حرف همین امشب من بعد اونجا مسابقه کردم، گفتم ببین دارم بهتون اعلام میکنم با سه چهار تا خبر بزن. گفتم نشانه های این روزا دارم میبینم از اینی که تحرک های خودسری داره میشه، چون خبرهای میگیرم. اما مخصوصا دادم گفتم بگید حواسشون جمع باشه یا بده. جدی هم گفتم، شوخی نگفتم، گفتم این هفته شب جمعه، چه شب شنبه یعنی روز جمعه، شب من نمیخوابم. او دفعه نماز صبح خوندم، اعلام کنید نماز صبح که خوندم خوابیدم. این دفعه نماز صبح که خوندم میشینم به قرآن خوندن و مرتب گوش بده. هم تا گفتم گفتم حتمنم مرتبم شهرستانمون ستادامون از اوضاع خبر بمون بده. اگر دیدیم جایی داره تخلفایی میشه، پشت سر هم خبرها رو به جایی که باید بدیم میدیم. که کجا داره تعیین میشه و دارن تقلب میکنن، یعنی به مرکز وزارت کشور، یعنی مشاور نگهبان و رونوشت میدم در برای دفتر رهبری مرتب میدیم. ساعت هم اعلام میکنیم. اگر تا ساعت 11 روز تعیین کردم 11 صبح تو خبر، اگر تو تا ساعت 11 معلوم شد یه خبرها نمیاد و اونایی که دارن خودسری میکنن جمع کردن، اگه ساعت 11 ندارن بیاد انتظار اون باشه دیگه. هم تو سر گفتم وقتی هست ساعت 11، چون اگه بذاریم تا عصر بعد میگن حالا عصری گفتن رأی نیوردن ازی حرفا میزنن. گفتم از اول وقت میشینم نمیخوابم و مرتب به ستادا میگیم خبر بدن آقا فلان جا فلان شد. اونجا از همین جا ما خوردیم اون دفعه که هیچ تشکیلاتی نداشتیم که خبر بدن. دولتم عجیب بود، من خوب چیزی بگم. گفتم تا ساعت 11 اگر تا 11 خبر ندادن دیگه علنی اون وقت یه بحثمون جدا میشه. اینم جوابی که گفتی چیکار بود. زنده باد Hey, 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 hey